سلام بچه‌ها، ببین امروز ما دوباره برج آزادی یه ویدیو خوب اینجا براتون بگیریم. فقط ازدحام جمعیت رو فقط ببینید، همه اومدن عکس بگیرن. بچه ها الان تو صفحه تیکتیم که تیکت رو بگیریم بریم بالا که بتونیم بالا رو ببینیم. بچه ها بالاخره من تیکت رو گرفتم. بعد یه تریک بهتون یاد بدم، اگه دو نفری بودین یه نفرتون بره تو صفحه تیکت وایسه، یه نفرتون هم بیاد بالا تو صفحه این رفتن بالا وایسه، که تیکت رو گرفتی حداقل یه 50-60 نفر جلو باشین. ما الان تیکت گرفتیم میریم بالا، بالا رو بهتون نشون میدیم، پس این ویدیو رو تا آخر ببینیم. خیلی شلوغ بود این روزا، من فکر نمی‌کردم تو این فصل تو مرس اینقدر پاریس شلوغ باشه، ولی خب خیلی شلوغ بود دیگه. شانس مایه. اینم تاق این ورش و از اینجا از این در میتونی بری تو، بلیتو نشون بدی از اونجا مردم دارن میرن. اگه ببینید میتونید بری که بری بالا، با آسانسور بری بالا، بری روی پشت بومش. ببینید این سربازا چه عظمتی دارن. بچه ها رو دیوارهای این طاق نصرت یا همون طاق پیروزی فرانسه اسم سربازایی که تو جنگ زمان ناپلئون شرکت کردن. ما الان بلیط گرفتیم که از این قسمت بریم بالا، بالاش هم ببینیم. این قبر رو میگفتم که قبر سرباز گمنامه که اینجا دفن شده و به یاد سربازای کشته شده این آتیش
همیشه اینجا روشنه و بعضی از وقتهای بعد از ظهر این شعلش زیاد میشه و اینجا هم به احترامشون هر روز گل میذارن. ببینید این سازه 50 متره و بزرگترین طاق نصرت دنیاست و ما به نفس افتادیم. خیلی پله است. یه قبر سرباز گمنام هم پایینش هست که یه شعله آتیشی همیشه روشنه به یاد سربازان گمنام. این درب اولشه که بسته است. آقا خیلی پله است. کسایی که پاهاشون درد میکنه و سنشون بالاه به نظرم منصرف بشه. هنوز کلی مونده. بعد از کلی پله رسیدیم به این قسمت داخل طاق پیروزی. حالا ما این قسمتیم. باید این پله ها رو ما آمدیم بالا. این قسمت سری توضیحات درباره این طاق پیروزی داده. اینجا هم باز میتونی که مثل همون قسمتی که گفتم پول چیز بکنید. و اینجا الان پایین قشنگ معلومه مردمی که اون پایین هم دارن چیز بکنن. یه LCD بزرگ گذاشتن و این آتیشیه که گفتم و قبر اون سرباز گمنام که یه آتیش همیشه روشن. مجسمه خیلی خوشگل قدیمی دیدنی های اینجا کلن تاقه. میبینی مثل معماری یزد خودمون. از اینجا میریم. ببینید 1836. ببینید مجسمه ها، یه تیکه از مجسمه هاست که اینجا به صورت موزه گذاشتن. حالا 1836ه. این قسمت داخلی رو الان داریم میبینین. ما یک طبقه دیگه میریم بالا که میرسیم به پشت بومش. میگم ارتفاع 50 متری، همش هم پله های پیچ در پیچ. اینجا هم که توضیح داده دربارش که چه چیزی چی بوده، کی ساخته شده، به چند تا زبون. میگم 50 متر ارتفاع بزرگترین طاق نصرت دنیاست برای سربازایی که تو جنگ زمان ناپلئون تو جنگ جهانی شهید شدن اینجا ساختن و اسم تمام سربازا هم روی چیز بود، روی دیوارهای طاق پایین هستش. بیا آقا پارت دوم پله ها رو داریم میریم. اومدیم این قسمت بالاییش. اینجا باز یه قسمت سالن خیلی بزرگ داره. خیلی خوشگله. اون گوشه تاریخ رو زده 1836 ساخته شده و اون قسمت هم اگه بگیری قسمت هم فروشگاه اینجاست. بیا مجسمه هایی که اون زمان درست کردن و نماد. ببینید زره
همون زمانه. اینجا رو نشون بده. مال همون زمان جنگه. 1944 ساخته شده. اینجا یه صندلی گذاشتن که مردم میشینن این وسط. داخلش من فکر نمی‌کردم اینقدر بزرگ باشه. اینقدر بزرگ فکر نمی‌کردم داخلش باشه. اینجا هم دوباره از همون هست که می‌تونی پول بندازی پولش رو بگیری، صفر یورو رو بگیری، یا اینکه سکه ضرب شده برج آزادی رو بگیری. اینجا بچه ها دیگه المپیک پاریس رو نزدیکه، تو فرانسه هر جا میرین از این چیزا میتونید بخرین. نگاه کنید برج ایفل با نماد المپیک پاریس، خیلی جالبه. من خودم شاید دیدم از اینا بگیرم. و اینجا جواهر و مواهر و طلا و چیزای خاص میفروشن. الان این تفنگ مثلا به طور مثال 80 یورو. خیلی خوشگله. و این برج ایفل رو تو شیشه کردم. اینم لگو همین طاق پیروزیه. میگم هر قسمت دیدنی که میری یه فروشگاه خیلی بزرگ هم داره که بتونی ازش خرید کنی، یعنی یادگاری بخری. اینا 19 یورو. این برج ایفل برنجی 42 یورو. کوچیکترش هم داره 12 تا. این سه تا جای دیدنیه 7 یورو 8 یورو. اینجا لباسایی که برای بچه‌ها هست، کتاب و کلن چیزای سوغاتی دیگه. این چقدر باحاله. ببینید این قسمت هم یه دونه ماکت خود برج آزادی رو گذاشتن با تمام جزئیات، یعنی کوچکترین چیز رو توش رعایت کردن، یعنی همونی که پایین بزرگ هست کوچیکش رو اینجا ساختن و گذاشتن. خیلی جالبه که انقدر خوشگل و با سلیقه اینو دروردن. کم از دورتر اگه بگیرم ببینید، ببینید همون طاق پیروزی رو اینجا دروردن. و اون قسمت هم تمام جزئیاتی که روش رو نقش بسته با سنگ تراشیدن و اینجا دونه دونه توضیح داده که این شکلها برای چیه، این سربازا مال چه دوره ای هم. مثلا اینجا زده که مال 1798، این سربازا مال اون دوران هن. و این تمام نقش و نگاریه که اون بالای تاق کشیده شده، این سربازا که تو جنگ جهانی بودن و امپراتورا رو کشیده، سربازهای سوار نظام، پیاده نظام. این مثلا مال 1796ه این تابلو، این نقش و نگار کشیده که اون زمان آقایی با گاونیش جا به جا می شدن. بچه ها قسمت سوم پله که داریم به نظرم میریم دیگه به پشت بومش. ببینید اینجا چه عظمتی داره، چه عظمتی داره، چقدر بزرگه. کم سریع تر میریم. آره داریم میرسیم به پشت بوم. الان ویو خیلی جالبی از اینجا میتونیم ببینیم. چه ویوی، به به. فقط یه ویو رو ببینید. چه هواییه. بده من. بچه الان بالای برج پیروزی، طاق پیروزی، همینجور که میبینی ما توی پاریس برج پیروزی. ببینید
خیلی ویو خوشگلیه، یعنی اگه اومدید اینجا اینو نیاید یعنی به خودتون زوم کردید. این قسمت پشت بومش این شکلیه. حالا ما میریم اون و الان یه ویوی زیبا میبینیم از برج ایفل. ببینید اون ساختمونایی که میبینید اون تا، ما دیروز اونجا بودیم. من یه چیز بهتون بگم، اونجا دفنس هست، لا دفنسه، یه مرکز تجاری خیلی بزرگه، فوق‌العاده است، یعنی هر کی میخواد خرید کنه باید بره اونجا. همینجوری که ادامه بدیم این دور تا دور ما ویو خوشگل رو داریم و هوا ابرا چقدر واو. فقط الان بیاییم اینجا ویو برج ایفل رو فقط بعد دید. ببینید ویو برج ایفل، واو، یه ویو خیلی جذاب. ببینید یه ویو 360 درجه دارید روی اینجا از کل پاریس. آقا واقعا این ویو 360 درجه رو از دست ندین، بیا جلو برج ایفل رو ببینید. ببین این زاویه این بالا که میای این حجم زیبایی رو یه جا میبینی. حتما این بالا بیان. هوا هم که باد شدیده ولی میارزه. الان ما میریم اون قسمت زاویه، اون قسمت هم میگیریم. ببینید ترافیک، اون قسمت دوباره برج، چرخیم به این قسمت. فکر نمی کردم اینقدر جذاب باشه. اینم که دیگه معماری ساختشه دیگه. اینجا گفتم نفری 16 یورو میدین دیگه، میان تا بالا دیگه، سه طبقه رو میبینید، ارزشش رو داره. اینم یه قسمت دیگه از این میدون. ببین این میدون بعد من بشمارم فکر کنم 13-14 تا خیابونه. ببین اینجوری خیابونه، 1-2 مثلا همین یه تیکش 2-3-4. این خیابونه به کل پاریس به نظر من راه داره، یه شاهراهه. و اون قسمت اون ابرا رو ببینی، واقعا یه چیز خوشگل قشنگیه. متاسفم آقا، امیدوارم که حال کرده باشید. ما اینجا قبلا اومده بودم ولی گفتم برای شما یه ویدیو بگیرم اینجا رو به این صورت ببینید. واقعا زاویه 360 درجه قشنگ کل پاریس رو میتونید ببینید، برجای پاریس و مرکز خرید و همون برج ایفل رو. امیدوارم لذت برده باشید. اگه لذت بردید پس کامنت و لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما زیر این پست برام بذارین که دوست دارین دوباره کجای اروپا رو ببینید یا کدوم شهر زیبا رو ببینید. ما حتما میریم اونجا براتون ویدیو تهیه میکنیم. الان میخوام برم دوباره با یه ویو خوشگل برج ایفل. ببینید برج ایفل الان پشت سرم. آقا من که خودم اینجا خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. فقط هوا رو ببینید، ابرا رو ببینید، چقدر آسمون به اون نزدیکه و اون ویو خوشگل ایفل. به به، اولا قسمت پشت بومش. آقا من یه چیز جالب که اینجا دیدم، دور تا دور اینجا رو اونجوری رمپ زدن، نگاه کنید. یعنی اگر کسی هم معلول باشه، دوست داشته باشه بخواد بیاد این بالا رو ببینه، آسانسور مخصوص براش درست کردن و آسانسور میاد بالا و قشنگ راحت دور تا دور اینجا رو میچرخه. توی برج ایفل هم همین بود، یعنی اینجا فکر همه چیز رو برای همه آدما کردن که همه آدما بتونن از این دیدنیا لذت ببرن. نگاه کنید اون طرف هم کامل رمپ زدن که
اگر معلولیمت با صندلی چرخدار بتونه راحت اینجا رو ببینه. واقعا جالب بود. آقا امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. با این ویو زیبا شما رو تنها میذارم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.